نام خدا درود و صلوات به فرستاده ای او، سلام و درودی بی پایان بینندگان عزیز. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا روایت میکند که پیغمبر خدا درود و صلوات بر او فرموده، خدای عزوجل میفرماید هر عمل فرزند آدم برای اوست بجز روزه که برای من است و من پاداشتی او را میدهم. روزه سپره است مقابل دوزخ و گناه ها، و چون یکی از شما در حال روزداری باشد باید ناسزا نگوید، فریاد نکشد، و اگر کسی او را دشنام داد یا با وی جنگ کرد باید بگوید که من روزه دارم. سوگند به ذاته که جان محمد در دست اوست، به شک بوی دهان روزدار در نزد خداوند از بوی مشک خوبتر است. و برای روزدار دو شادی است، یکی چون افطار کند شاد می شود و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند با روزش شادی می کند. یک نقطه را برایتان گویم که پیامبر درود و صلوات بر او در مورد شهدا گفتند آنها را با لباسهایشان دفن کنید، چون رنگی خونشان مثل خون است و بوی خونشان مثل مشک. اما برای روزدار خداوند گفته که بوی دهان روزدار بشک در نزد خدا مثل بوی مشک نه، بلکه خوشبویتر از بوی مشک است. بله، روزه عبادتی کاملا مخفیانه و دور از ریاست. پس برادران عزیز کوشش کنیم تا این فرصتهای خوبی که خدا برای ما داده است خوب استفاده برده رضای خدا را به دست آوریم. جنگ و جدال و دشنام نکنیم. با امید قبول طاعت خدا حافظ.